خانم محلقا مرتضایی، به نظر شما تأثیری که استاد میرصادقی بر نسل جوان گذاشتن؟ ببینید آقای میرصادقی چون سالیان سال تدریس کردند و مدرس بودن و هستند، با نسل‌های مختلف در ارتباط بودن و دیگه از اون در واقع یعنی اینکه فقط بتونن با یه نسل خاصی ارتباط داشته باشن یا فقط با هم ذات معلمیه. شما هر دهه یا صدای من دارین؟ بله صداتون رو هم تو وصلی میشه ولی دارم. بله ادامه بفرمایید. بله یعنی که کسی که معلمه هر حالا 4 سال یا هر دهه رو اگر یک نسل حساب کنیم که تغییر میکنه، این انعطاف درش به وجود میاد که با نسل‌های مختلف بتونه ارتباط برقرار کنه و این ذات معلمیه و ایشون هم از این ویژگی برخوردار بودن. یعنی واقعا حالا کسی مثل من و اخلاقشون، نحوه تدریسشون و اون انگیزشون جذب کرده و اینجوری نبوده که آدم احساس کنه که استادش خیلی باش فاصله داره. و چون ایشون همیشه مطالعه داشتن و دارن و که داستان می نویسه باید در بستر جامعه و حوادثش قرار بگیره، بنابراین ایشون از همه چیز همیشه مطلع بودن، خبر داشتن و ما اگر مطلبی رو مطرح میکردیم یا داستانهایی که مربوط به سن و دوره خودمون بوده نوشتیم، اینگونه نبوده که باهاش بیگانه باشن. بنابراین از این منظر حتی افرادی که از من کوچیکتر بودن اومدن توی کلاس جذب شدن چون تونستن با استاد ارتباط بگیرن. استاد واقعا کودک درونش زنده است، باهاش ارتباط داره و باهاش زندگی میکنه و به همین جهت هم هستش که اون خلاقیتش به قول خودشون همچنان وجود داره و به قول خودشون در این سنی که هستن و این چند سال اخیر حتی خلاقیتشون رشد بیشتری داشته. متشکرم. و فکر میکنید بهترین شکل نکوداشت و تجلیل از بزرگان فرهنگ و ادب و هنر ما با توجه به وضعیت کنونی دنیا چطور باید باشه؟ حرفاتون رو نشنیدم، فقط متوجه شدم که گفتین بهترین نوع نکوداشت از بزرگان فرهنگ و ادب چگونه باید باشه، درسته؟ بله، درسته. بله در وضعیت کنونی و در وضعیتی که نمیتونیم دور هم فیزیکی جمع بشیم چطور میتونه باشه؟ خب مسلما همین شبکه‌های اجتماعی و همین ارتباطات، همین اپلیکیشن‌ها خیلی کار رو راحت تر کرده و در واقع الان سال هاست که دیگه این که افراد مختلف یا قاره های مختلف هستن اونقدر دیگه این فواصل معنا نداره. در واقع ما یه دهکده جهانی هستیم. حالا بنام مزید بر علت شده و خب افراد بیشتر رو آوردن به فضاهای مجازی برای ارتباط حتی در عرصه علم و ادب و خیلی کمک کرده. یعنی همه چیز وقتی که جنبه های منفی داشته باشه همیشه جنبه های مثبت هم داره.
و به نظر من پرشین اوارز به خوبی از این فرصت استفاده کرده. البته فکر میکنم تقریبا مصادف شده با کرونا، ولی به هر حال خیلی برای من هم جالب بود و هست، هم قابل تحسینه. سپاسمندم خانم مخلقه مرتضایی. خواهش میکنم. مرسی از شما.